درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز توی این ویدیو میخوام به اصطلاح پدر کسی رو در آوردن بپردازم. پدر کسی در آوردن، عصبی که خورد کردن، دهن، نه 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 آره پدر کسی در آوردن، نمیدونم، مثلا میگن از دماغمون در آورد، از دماغمون بیرون کشی، میگیم اصابون خورد کرد، پدرمون رو در آورد، دیگه چی میگیم؟ همه اینا دیگه، یه چیزی که توی مایا، یعنی چیزی توی مایا باشه، هر چیزی که این معنی رو بده. و اون تو انگلیسی چی میشه؟ To give someone a hard time. اوکی؟ که اینجا someone هم میتونه بشه me مفعوله، میتونه مثلا بشه me, you, her, him, us, John, Eddie, whoever. اوکی؟ پس میشه به کسی hard time دادن. hard time یعنی روزگارش رو سیاه کردن، پدرش رو در آوردن، این همچین حالتی. مثلا میگم پدرمو در آورده، پدرشو در آوردم، هر چیزی. اوکی؟ که این معنی رو برسونه. تو انگلیسی به این شکل گفته میشه. اوکی؟ بریم حالا مثالش رو، یه دونه از مثالا رو ببینیم. Her kids always give her a hard time when she takes them shopping. میگه همیشه وقتی که her kids، بچه هاش، always give her a hard time، همیشه پدرشو در میارن وقتی که میبرتشون، با خودش میبرتشون خرید، وقتی میبره خرید پدرشو در میارن. حالا به شکلهای مختلف، نمیدونم، ایراد میگیرن، غر میزنن، راه نمیرن، چیزای زیادی رو میخوان، هر چیزی. و این حالت رو خیلی ها حالا تجربهش کردن، میدونن دقیقاً چیه، دقیقاً میفهمن to give someone a hard time یعنی چی. دقیقاً اینو که میبینن خیلی میگن نگو نگو. Alright, her kids always give her a hard time. پس hard time اینجا اگر ما توی دیکشنریش نتونیم مثلا واژه واژه نگاه کنه و اصطلاح رو معنی کنه، میتونیم اینجا به این برسیم. To give someone a hard time یعنی همون پدر کسی رو آوردن، اعصاب کسی رو خورد کردن. و give چون فعل من هست، حالا میتونه با توجه به اینکه سابجکت کیه و با توجه به اینکه تنس چی هست عوض شه. مثلا I give، she gives، نمیدونم حالا هر کسی دیگه، gave، giving، و کلا این مدلاش عوض بشه که اینو دیگه میدونیم توی درس اگر دیده باشیم ما زمان رو روی فعل اجرا میکنیم. Okay, so her kids give her، اینجا سامان هم شده her، a hard time when she takes them shopping. I came home late one night last week. یه بار من اشتباه کردم. I came home late one night last week. یه بار، یه شب، من هفته پیش دیر اومدم خونه. And she's been giving me a hard time ever since. از اون وقت تا حالا پدر مادر آورد. از اون وقت تا حالا نمیدونم، همون که گفتیم، یعنی اصابه کسی رو خورد کردن، حسابی رو مخ کسی رفته، ما غر زدن. آره تا که دیر میای ما که دیگه فلانی، هی همینجوری دیگه اینو میگه، هی میگه، هی میگه، و پدرمون آدمو در میاره. پدر کسی رو در بردن. اوکی، I came home late one night last week and she's been giving. دیگه اینجا بینید اصلا کلا ما از قید زمان حال استمراری حال کامل استمراری داریم استفاده میکنیم. و اونم کجا اجراش کردیم؟ روی give که فعلمون باشه، در مورد صحبت کردیم. و الان me که سامان ما اینجا شده me. حالا بریم مورد سوم رو ببینیم. Stop giving me a hard time. اینجا giving شد give، حالت gerund یا continuous یا حالت در واقع اسم مصدری پیدا کرده. Stop giving me، سامانش ما شد me، بقیه داستان. Stop giving me a hard time. There was nothing I could do about it. چیزی از دست من بر نمی اومد. من کاری نمیتونستم بکنم. من کاری نبودم. دست از سرم بردار. پدر من در نمیار. اذیتم نکن. چیزی مانند این. There was nothing I could do about it. چیزی نبود که از دست من کاری ساخته نبود. من کاری نمیتونستم بکنم. من کاری نبودم. اینم یه اصطلاح دیگه. حالا اگر جلوش واسه نمیتونید ببینیدش، میتونید توی دیسکریپشن باکس اون زیر مثالا رو ببینید. و اگر پرسشی هست براتون، اگر مطلبی هست یا اصطلاح دیگری هست مد نظرتون، چیزی، میتونید زیر ویدیو از راه کامنت با من در تماس باشید. من کامنت ها رو میخونم و در اولین فرصت بهتون پاسخ میدم. امیدوارم از
دیدن این ویدیو لذت برده باشید، مطلبی آموخته باشید و شما رو توی ویدیوهای بعدی میبینم. تا اون موقع پیروز شاد باشید، بدرود.